و زندگی. چشمایش هم بسیار سرخ سرخ کتا کتا مثل که چشمایش بیرون برآمده باشه. قبل از مریض است، یک طرف فلج است. شنونده عزیز سلام، سکته مغزی چگونه یک بیماری است؟ علائم، مشکلات و علتهای آن کدام هاند؟ از بیماران سکته مغزی در خانه چگونه مراقبت کنیم که از خطرات بیرون شده و صحتمند شوند؟ برنامه حاضر صحت و زندگی به همی پرسش ها پاسخ میگه. سکته مغزی بیماری سیستم عصبی می باشه. به گفته مسئولین شفاخانه شیخ زاید واقع در شهر کابل، روزانه بین 100 تا 150 بیمار دچار سکته های مغزی برای تداوی به شفاخانه مراجعه می کنند که تعداد در ما به 3000 تا 4500 بیمار می رسه. اما ای که اعراض و علائم سکته مغزی چیست و اگر به فرد دچار شده به سکته مغزی در خانه توجه صورت نگیره، به کدام مشکلات و خطرات مواجه خواهند شد؟ در این مورد همکار ما محمد عارف رحیمی از چند نفر و دکتر متخصص پرسیده. شنوندای عزیز، ما در شهر کابل در شفاخانه شیخ زاید آمدیم. 28 نفر در این شفاخانه بستر است و میخواییم امرای پایوازای چند نفر در این مورد صحبت های داشته باشیم. خودم معرفی میکنن. اسم من نصار است، باشنده کابل. قبل از مریض است، 5 روز میشه که بستر است. فشار عصبی است، یک طرف فلج است. در اول وقت که این مریضی برشان پیدا میشد، نشانی هایشان چی بود؟ پایش ضعیف شده بود و دستایش می لرزید، کلاتی زبان پیدا کرد، بعد یک هیچ گپ نزد و شخمون. یک بار دیگه پایش بیشیمه که شده بود، پیش دکتر صاحبا مراجعه کردیم. شنوندای عزیز، یک مریض دیگه هم اینجا بستر است و ما می خواهیم امرای پروازشان صحبت کنیم. نامتان میگین و از کجا هستید؟ نام عبدالشکور است، از بدخشان آوردیم مریضه. در اول چه قسم نشانی ها داشت؟ در اول هیچ نشانی نداشت. چه مشکلات داره؟ کاملا از گپ موندگی است، دست یک پایش فلج است، نفر حتی نمیشناسه. خودم معرفی میکنین؟ ما اسم سمیده بابکر خیل است. مادر جانتان چی مشکل داره؟ چقدر وقت میشه؟ مادر من پار سال می دفعه یک حمله آمده بود، سرش یک طرفش فلج شده بود، مگر یک وضعیتش خراب نبود و سکته کرده بود. حالا چی مشکلات داره؟ خونریزی مغزی کرده، طرف راستش فلج شده. در کدام چیزا مشکلات داره؟ گپ زده خو نمیتونه، خوردن هم نمیتونه، از طریق پایپ تغذیه میشه. چشماش هم بسیار سرخ سرخ کتا کتا مثل که چشماش بیرون برآمده باشه این تو شده، دیگه یک طرفش فلج شده. دکتر صاحب خود معرفی میکنه؟ اسم من دکتر سراج‌الدین نجرابی است، متخصص داخله اعصاب است. دکتر صاحب، امو مریضایی که سکته مغزی داره و یا حمله سکته مغزی سرشان میآید، وقتی که پیش شما مراجعه میکنه چه قسم نشانی ها می داشته باشه؟ سکته مغزی کرده باشه، در وجه ازی یعنی در صورت ازی تغییرات به وجود میاد در قسمت دستش و در قسمت پایش. یک طرف ضعیفی و یا مکمل فلج میتک میتونه پیش اکثریت شما وجود نباشه. در رویش چه قسم تغییرات پیدا میشه؟ یک قسمت چشم امکان داره کج شوه، طرف دهنش یک طرف کجی پیدا میشه، بی سی پیدا میشه، میتونه آب دهنش از دانش خارج شوه، لقمه رو درست گرفته نتونه در اون طرف فلج. کدام جای دردم میکنه؟ اگر در فشار داخل دماغ بلند بره، اکثرا پیش از اینا سردردی بسیار شدید پیدا میشه و همچون دلبدی داشته میباشن. درد خود اکثرا تا چند وقت یا احساس نمیکنن، چرا زمانی که فلج رخ میده اینجا حسیت هم از بین میره، درد یا حس نمیکنن. غیر از این که فشار داخل دماغ بلند بره و سردردی پیش از اینا زیادتر میباشه. اگر در خانه از طرف اعضای خانواده ایشان توجه درست نشوه، باعث کدام خطرات برش شده میتواند؟ شخصی که سکته مغزی میکنه، چی از نظر خوندنده باشه، چی به شکل بندش باشه، هر دوش زیادتر امکان داره که بار دوم و سوم بازم سکته رخ بده. اگر بی احتیاطی شوه اینا هم حتی تا 80-85% خطر مند داره. به گفته دکتر سکته مغزی به دو نوع می باشه. یکی که یکی از رگ‌های خونرسان مغز در اثر فشار ترکیده و در مغز خونریزی پیدا کنه، یا کدام کتله باعث بندش در رگ‌های مغز شوه. اما پرسش این است که عوامل اصلی به میان آمدن سکته مغزی چه ها میتونه باشن؟ علتشان به نظر ما خمیز، چرا که تمام مشکلات تشویشات زندگی همی باعث این مریضیشان شده، فلج شده. خب به نظر ما سکته مغزیشان هم خونریزی کرده، فشار بلند بوده. این فشار روحی بسیار متعصبی سرش بسیار زیاد آمده بود، اما تو ناگهان فلج شد. فشار بالای خون، کلسترول یا چربی خون، تشویش، بیماری های عصبی و سایر عوامل به گفته مردم که از علتهای اصلی سکته مغزی می باشند.
دکتر عرفای مردم را تایید میکنه و میگه که سکته مغزی عوامل دیگری هم داره. علتهای مختلف داره، مگر چیزایی که بسیار مهم است، یکی فشار بلند است، امراض قلبی است، امراض خون است، بلند بودن کلسترول یا چربی خون است و همچنان موجودات شکر در پیش شخص و عموما سن بلند در جنس هم رول داره و سکرت کشیدن، دخانیات استفاده کردن و بعضی امراض ویروسی و انتانی هم میتونه که اگر در دماغ مداخله کند میتونه که سبب سکته‌های مغزی شود. دپرشن ها یا افسردگی ها امراض روحی میتونه که فشار بلند ببره، بعد از او سبب سکته مغزی شود. شنونده عزیز، شما به برنامه صحت و زندگی گوش میتین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده. اگر اعضای خانواده بیمار سکته مغزی مطابق هدایت های دکترها از بیمار خود مراقبت نکنن، ممکن شخص بیمار دوباره دچار سکته مغزی شود که از دفعه قبلی قویتر و خطرناکتر می باشد و ممکن است باعث فلج شدن یک طرف از بدن، معیوبیت دائمی بیمار و یا حتی باعث مرگ بیمار نیست شود. اما یکی از بیمار سکته مغزی پس از رخصت شدن از پیش دکتر چطور مراقبت کنیم که از مشکلات و خطرات در امان باشند؟ باز هم به حرفای چند نفر گوش میتیم. ما خاطر استم از قلعه وزیر آمدیم. مادر جانم سابق به خاطر فشار بلندش یک دفعه سکته مغزی کرده بود. ما برش تمرین میدادیم، ورزش میدادیم، هر صبح کی وقت یک دفعه دفتر میبردیمش، پریز برش جداگانه میکردیم، همش لباساش تمیز نگاه میداشتیم، یک چوکی میشاندیمش، 20 دفعه پایش بلند و پایان میکردیم، هر بندش جدا جدا قات میکردیم، دستش هم تو بلند میکردیم، ماساژ میدادیم، امرای روغن زیتون چرب میکردیم، دیگه زیاد میگشتاندیمش دویلی به خاطر که خودش هم در حرکت بیه. که از گوشت منی شده بود، گوشت مرغ برش یخنی میکردیم، عموما عسل برش میدادیم، کدو و سبزیجات زیاد برش پخته میکردیم، کم روغن، نانشان بی نمک بود با خاطر پریزش، از روغن زیاد، گوشت گاو، از نمک پریز بود، هر نوع میوه تازه با خاطر که مادرم فشار بالا داشت کیوی برش خوب نبود. دیگه سیب همیشه میدادیم. یک روز بعد برش لباسش تبدیل میکردم، همه لباسش با دیتول میشستم، پاک سوترا همچنان دستش ورش زدم، اتاق میشستم با خاطر که نمیتونست تا چی بره، اتاق همیشه تمیز نگاه میکردم. 15 دقیقه بعد برش از یک طرف به دیگر طرف میکردمش، 20 دقیقه بعد میشاندمش در جای شیشتنش، برش وضعیت میدادم که دی پاش خو نبره. با خاطر که ما زیاد فکر تا نگرفتیم، در 15 روز وقت خوب شد، خودش میگشت، خودش رفت آمد میکرد، گپ زدن هر چیزش خوب شد. نام محمد است. پدرم وقتی که سکته مغزی کرد، کاکای موالی را به شفاخانه که نزدیک بود جا انتقال داده بود و برشان یک پیشگاری داده بود که همو فشارش را کنترل کنه. بعدن به شفاخانه دیگه منتقل شد. توصیه های دکتر که بود، اول ما او را در نظر گرفتیم، بعدن در خانه که آوردیم یک اتاق مناسب، یک جای مناسب و آرام را برش انتخاب کردیم. او را خوش نگاه میکردیم، از نگاه روحی دوستایش که کسی بسیار برش عزیز بود، نزدیک بود، بسیار زیاد به دیدنش میآمد و دلجمی برش میداد. امی دلجمی باعث ازی شد که با پای خود زود استاد شوه و به سخن و گپ زدن به دیگه. به این خاطر روز 15 پدرم به گپ زدن آمد. در روز 25 الی 30 به پای خود استاد شد. دو ماه پوره میشه از مریضیش، دیگه مسجد هم به پای خود میره و میه. و گفته دکتر اگر به خوراک، ورزش، نظافت و حالت روانی بیمارای سکته مغزی توجه شوه، تداویشان مطابق هدایت دکتر به وقت و اندازه صورت بگیره، در این صورت از خطرات سکته های بعدی جلوگیری شده و باعث بهتر شدن بیمار میشه. مریض غذای ازی متوازن باشه، از چربی ها و غذای نمکی که فشار بلند میبره و همچنان گوشت گوسفند، گوشت گاو برش داده نشه، از غذاهایی که سخت است مثلا لوبیا، نخود، کیله، این چیزهایی که قبض میسازه انسان، از یا جلوگیریان غذاهای بسیار ملایم و نرم، کم چرب و کم نمک و چیزهایی که سهل هضم باشن، هضمشون آسان باشه برش داده شوه. سوپ گوشت مرغ برشون بدیم، گوشت ماهی که در روغن کباب نشده باشه برشون بدیم، ترکاری باب هر چی که باشه میتونیم که از ترکاری باب استفاده کنن، گلپی، کرم، کاهو، هر چیزی که ترکاری باب است میتونه اینا بگیرن. سبزیجات مثلا پالک میتونه استفاده کنه، میتونه از هر نوع میوه به جز از سیب، کینو، هر اون چیز استفاده کنه. در خانه تاریکی گذاشتن از این بسیار یک اشتباه است، باید هر ساعت مراقبت شود، تحت نظر تمام اعضای فامیل باشه. در صورتی که شعورش خوب باشه میتونن شکل متوسط امروز صحبت صورت بگیره، نه اینکه بسیار بیره بار در اتاق شوه و هر کس از هر صدا کنه و فکر مریض پاشان شد و همچنان اکسیژن اتاق کم شد. مساج و یا فیزیوتراپی پیش از این صورت بگیره، مریض خودش به پالو دور داده شد و هر دو ساعت بعد که زخم بستر پیدا نکنه، دو اتاقی باشه که آفتاب داشته باشه و هم روشنی کافی داشته باشه.
یک تعداد از مردم که از بیماری سکته مغزی پس از رخصت شدن از شفاخانه و نزد دکتر توجه کرده بودند، دوایشان را مطابق هدایت دکتر به وقت و اندازه داده بودند، از نمک و روغن زیاد در غذا، گوشت گاو و گاومیش، لوبیا، نخود و خوراکهای سخت دیگر پرهیزشان کرده بودند و از غذاهای مایع و نرم برشان زیاد داده بودند و در خوراکهایشان از سبزیجات مثل کدو، کرم، فاصلیه، بامیه و ترکاری باب استفاده کرده بودند، از یخنی، شوربا، گوشت ماهی و مرغ استفاده کرده بودند و بیمار سکته مغزی بسیار مفید تمام شده بود. به گفته دکتران اگر به نظافت، لباس، جای و بدن مریض درست توجه شوه و اتاق بود باشه بیمار را زیبا بسازیم، بیمارا را سر و صدا و بیروبار زیاد دور نگه داریم و زیاد تنها نگذاریمشان، در صورت دلتنگ شدن و تشویش کردن بیمار روزانه اونا را بر 15 دقیقه در هوای آزاد و زیر آفتاب ببریم، اعضای فلج شده بدنشان را ورزش بدیم، یعنی هر بند چند بار پایین و بالا شوه و بعد مساژ رو چاپی کنیم، در این صورت بیمار از خطر بعدی در امان بوده و صحتمند میشه. شنونده عزیز، برنامه صحت و زندگی را که شنیدین همکار ما محمد عارف رحیمی در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود. درد گلو چگونه است؟ عراض و علایم آن کدام هاند؟ چطور بتانیم که از گلو دردی جلوگیری کنیم؟ برنامه آینده صحت و زندگی به امی پرسش ها پاسخ میگه.